دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری رئیس اجرایی عبدالله عبدالله پنجشنبه شب با پخش خبرنامه‌ای نگاشت که قانون اساسی درباره پایان کار حکومت وحدت ملی صراحت دارد. در این خبرنامه آمده است تیم ثبات و همگرایی با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم نواست. این دسته انتخاباتی بر محدود کردن صلاحیت‌های حکومت وحدت ملی و نیز عدم استفاده از امکانات دولتی تأکید می‌ورزد. در بخش تعیینات و حذف و انفکاک مسئولین و مقامات دولتی تا هنوز ده‌ها نفر از مقامات عالی رتبه دولتی تبدیل شدن، عزل و نصب شدن و ده‌ها بست خارج رتبه ایجاد شده برای کمپاین در جنب ریاست جمهوری تحت عنوان مشاور و امثال اینها. ثبات و همگرایی در حالی خواهان کاهش صلاحیت‌های حکومت وحدت ملی است که چندی پیش عبدالله عبدالله رئیس این دسته انتخاباتی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی تأکید کرده بود. من باور دارم که دکتر عبدالله فکر کرده که حرفی را که اول زدم درست بوده، حالا باید حرف دیگری گفت، با کاروان یک جا شد نه تنها. بر بنیاد قانون اساسی دوره کار حکومت در روز آخر ماه ثور سال پنجم انتخابات به پایان می رسد. در حالی که ریاست جمهوری بر ادامه کار حکومت تأکید می ورزد، اما رئیس جمهور غنی در انتخابات 10 سال پیش رئیس جمهور کرزی را از بهر ادامه کار پس از دوره قانونی به قانون شکنی متهم ساخته بود. این تصویر تلویزیون آریانا 5 سال پیش در صفحه یوتیوب اشرف غنی گذاشته شده است. اگر جناب رئیس جمهور سرشترنگ موتر خواب نمی بودن، ما امروزی موضوع را نمی داشتیم. 2 سال است آیا متن سری قانون اساسی را حکومت ما نخونده؟ واضح و مشخص است که مدت کار جنابشان در اول جوزا تمام میشه. مسئولیت از کیست؟ مسئولیت از حکومت که قانون پیاده کنه، قانون عملی بسازه. از دید ما رئیس جمهور، رهبران احزاب مؤثر و کاندیدای برجسته در این رابطه بشینن و فیصله نهایی را بکنن. پیش از این دادگاه عالی کار حکومت را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده است، اما شماری از حقوقدانان میگویند که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.